عشق سالهای وبا، نوشته گابریل گارسیا مارکز، ترجمه مهناز سیف طلویی. درباره نویسنده گابریل گارسیا مارکز در سال 1928 در کولومبیا به دنیا آمد. در دانشگاه بوگوتای کولومبیا در رشته حقوق به تحصیل پرداخت، اما تحصیلش را نیمه تمام رها کرد. سپس به عنوان گزارشگر روزنامه کولومبیایی ال اسپکتادور و خبرنگار خارجی در روم، پاریس، بارسلونا، کاراکاس و نیویورک مشغول به کار شد. از آثار مشهور او می توان 100 سال تنهایی، کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد و پاییز پدرسالار نام بود. در سال 1982 موفق به دریافت جایزه ادبی نوبل شد. به جای مقدمه، غیر قابل باور است، یا بهتر است بگویم غیر ممکن است، اگرچه مارکز عشق سالهای وبا را با غیر قابل اجتناب بود آغاز می کند و بازی درخشانی را از مسابقه گزارش و قصه ارائه می دهد. گابریل گارسیا مارکز خوشبختانه در ایران نویسنده خوش اقبالی است که آثارش همزمان با شهره شدن نزد جماعت کتابخوان اروپایی و امریکایی به فارسی نیز ترجمه شده است و از خصوصیات کارش متنوع بودن زمینه فعالیت است. رئالیسم امروزی ادبیات امریکایی لاتین حالت جادوگونه و سحرآمیزی دارد که تا حد اطلاع ما گابریل گارسیا مارکز تردست‌ترین و خبره‌ترین جادوگر این عرصه است. به هر صورت درباره اینکه گابریل گارسیا مارکز کیست و چگونه می‌نویسد سخن زیادی نمی‌توان گفت، چرا که در این باب مطالب جامعی از زمان ترجمه اولی اثرش به نام 100 سال تنهایی گفته و نوشته شده است. فقط می‌ماند نگاهی به عشق سالهای وبا که بارها و بارها آن را خوانده‌ام و هر بار دریافت تازه از آن داشتم. یکی از ویژگی‌های کار مارکز که به خصوص در 100 سال تنهایی و پاییز پدرسالار جلب توجه می‌کند و قدرت پرداخت او را می‌فهماند، برخورد با زمان است. موضوع برخورد با زمان اگرچه در عشق سالهای وبا از لحاظ تعداد سالها به 100 سال تنهایی نمی‌رسد، ولی با قدرت و صلابت بیشتری مطرح می شود. مارکز آنچنان به راحتی با زمان بازی می کند که خواننده اش پس از چند مرحله دست به دست شدن تازه در می یابد که مثلا از ماجراهای 500 سال عبور کرده است و از دنیا و ماجراهای واقعی به دنیای اسطوره‌ای، تخیلی، وحشت‌آور و خنددار رفته و بازگشته است و چیز غیر واقعی نیافته است، در حالی که ضمن عبور از این تونل غیر واقعی هیچ چیز واقعی ندیده است. مارکز در عشق سالهای وبا ترکیبی از قصه و گزارش ارائه می کند که می توان به آن رئالیسم مارکزی عنوان داد و نه چیز دیگر. عشق سالهای وبا به طور منطقی باید غمنامه عشقی به بلندای نیم قرن باشد، اما چنین نیست. در این کتاب مارکز در واقع دایره المعارف عشق را به تصویر می کشد. ماجراها در عین حقیقی بودن حقیقی نیستند. آدمها در عین شریف بودن شریف نیستند. فرمینا در عین معشوقه‌ای تمام عیار بودن نه عاشق است و نه عشق را می فهمد. فلورنتینو در عین عاشق بودن عاشق نیست. فرصت طلب است. اما به تمامی خود عشق است. شخصیت اول کتاب آدمی بی اصل و نسب اما در این حال با تباری بالا در آغاز به نظر نمی رسد که از لحاظ جسمی و عاطفی کشش 53 سال عشق و انتظار عشق و جنگ عشق و جد و طنز عشق را داشته باشد. او آدمی نحیف و به اصطلاح بی دست و پاست
که تا 70 سالگی با قدرت تمام ماجرا می آفریند و ماجرا پیدا می کند. او شاعر است با تمام خصوصیات شاعری ناموفق، اما زندگیش شعر تلخی است که آن را نمی سراید، زندگی می کند. فرمینا شخصیت اول مؤنث کتاب که باید بار 53 سال عشق را به دوش بکشد، اصلاً بضاعت چنین ماجرایی را ندارد، اما موفق می شود و با تمام ویژگی های وفاداری و بیوفایی به پایان ماجرا می رسد. زنی که نه از لحاظ عاطفی و نه از لحاظ جسمی و جنسی عشق را می فهمد، خودش را به آخر خط می رساند. مارکز به بهانه تکمیل داستان عشق این دو به شیوهی که خاص خود اوست، ماجراهای دخیل بیشماری را مطرح می کند و همانطور که بی مقدمه و در این حال با مقدمه چینی کامل ماجراها را مطرح می کند، با سرعت تمام آنها را قطع می کند، اما برای همیشه دفنشان نمی کند. خواننده هر لحظه منتظر پرداخت به آنهاست و مارکز این کار را با اشاره‌ای گذرا که از باز پردازی اصل ماجرا سنگین تر است پی می گیرد. کار مارکز در عشق سالهای وبا به تعریف کلاسیک قصه نیست. این رمان قطور در عین دارا بودن تمام خصوصیات قصه امروز، از قواعد آشنای قصه نویسی و داستان پردازی قدیم نیز برخوردار است و می توان گفت مارکز با عشق سالهای وبا راهی میان گزارش و قصه گشوده است که دو سر این راه را بارورتر کرده است. شاید این تجربه موفق است که مارکز را به نوشتن گزارش‌های وامی دارد که شرح پاره از آنها را شنیدم و یکی از تازه ترین آنها را به نام ماجرای اقامت پنهانی میگل لیتین در شیلی خوانده ایم. در این گزارش‌ها هم کار مارکز صرفاً گزارش روزنامه نگارانه نیست، فضاسازی قصه است و بیان ماجراها گزارش. به هر صورت مارکز در عشق سالهای وبا غیر واقعی های بسیاری را با قدرت غیر قابل انکار واقعی بودن مطرح می کند و با صراحت و قدرت می قبولاند که ممکن است. فرمینا دازا شخصیت اول زن عشق سالهای وبا یک زندگی کامل را که زندگی نیست می گذراند و در محدوده 75 سالگی تازه زندگی را با عشق آغاز می کند، سنی که برای فهمیدن و عمل کردن دیر است. فلورنتینو زندگی های بسیاری را زندگی می کند در حالی که زندگی نکرده است، چون آدمی با خصوصیات او نمی توانسته زندگی کند، اما زندگیش اجتناب ناپذیر است. در ترجمه کتاب سعی بر این بوده است که شیوه نثر مارکز حفظ شود، چون در صورت شکسته شدن جملات طولانی مارکز الزاماً بسیاری از ظرافت‌های نوشته او از میان می‌رفت، اگرچه برای خواندن آسان‌تر می‌شد، ولی امانت‌داری را بر سخت‌خوانی ترجیح داده ایم. زمستان 67 مترجم. به برادر عزیزم هادی که ترجمه این اثر را مدیون او هستم. مترجم. عشق سالهای وبا. فصل 1. اجتناب ناپذیر بود. عطر درختان بادام تلخ همیشه سرنوشت آن عشق نافرجام را به یادش می آورد. دکتر خوونال اوربینو به محض آن که با شتاب وارد خانه تیره و خاموشی شد که برای رسیدگی به موردی بسیار فوری به آنجا فرا خوانده شده بود و آن مورد فوریت خود را سالها قبل برایش از دست داده بود، این را دریافت. خرمیا ده سنت امور، کهن سرباز معلول جنگ، عکاس بچه ها و سرسخت‌ترین حریفش در شطرنج، با استنشاخ بخار تهییج کننده سیانور طلا از عذابهای روحی خلاص شده بود. جسد خرمیا را پوشیده با یک پتو روی تخت خوابی جنگی پیدا کرد که همیشه رویش می‌خوابید. در کنارش روی یک چهارپایه تشتکی دیده می‌شد که برای تبخیر سم از آن استفاده شده بود. لاشه سگ دانمارکی بزرگ سیاهی با سینه‌ای به سپیدی برف روی زمین
به یکی از پایه‌های تخت بسته شده بود و چوب‌های زیر بغل در کنارش قرار داشت. شکوه سپیده دمی که در حال آغاز بود از میان یک پنجره اتاق خفه و شلوغ را که هم آزمایشگاه بود و هم اتاق خواب آرام آرام روشن می‌کرد. اما برای او همین نور هم کافی بود تا حضور مقتدرانه مرگ را تشخیص دهد. سایر پنجره‌ها مانند هر روزنه دیگر اتاق با مقوای سیاه و یا با لباس‌های کهنه پوشانده شده بود که این بر سنگینی ظالمانه فضا می‌افزود. روی پیشخوان پر از کوزه‌ها و بطری‌های بدون برچسب بود و دو تشتک اسقاط مسی زیر حباب یک چراغ معمولی که در کاغذ قرمزی پیچیده شده بود به چشم می‌خورد. تشتک سوم که برای داروی ثبوت به کار رفته بود کنار جسد قرار داشت. همه جا مجله‌ها و روزنامه‌های قدیمی، اساسیه شکسته و انبوهی از فیلم‌های شیشه‌ای عکاسی دیده می‌شد. اما دستی پرتلاش گرد و خاک را از همه چیز زدوده بود. اگرچه نسیمی که از پنجره‌ها به داخل می‌وزید، هوا را پالوده بود، اما برای آن کس که توانایی تشخیصش را داشت، خاکستر گرم و رو به مرگ عشقی بدشگون هنوز در درختان بادام تلخ باقی مانده بود. دکتر خوانال اوربینو اغلب بدون هیچ حس پیش از وقوعی فکر کرده بود که آنجا نمیتواند محل مناسبی برای مرگی رستگارانه باشد، اما در این حال تصور میکرد که شاید این بی‌نظمی به حکم مشیت مبهم الهی بوده است. یک بازرس پلیس به اتفاق دانشجوی پزشکی بسیار جوانی که دوره کارآموزی پزشکی قانونی را در درمانگاه شهرداری طی می‌کرد جلو آمد. اینها همه کسانی بودند که هوای اتاق را تهویه کرده و جسد را تا رسیدن دکتر پوشانده بودند. آنها چنان با سنگینی و وقار با دکتر برخورد کردند که در چنین موقعیتی بیشتر ابراز همدردی بود تا احترام، چرا که درجه دوستی او با خرمیا د سنت امور بر هیچ کس پوشیده نبود. استاد عالی قدر با تک تک آنها دست داد، همانطور که قبل از شروع کلاس های روزانه در کلینیک پزشکی عمومی با شاگردانش دست می داد. سپس مثل اینکه گلی را بگیرد با انگشت اشاره و شست لبه پتو را گرفت و به آرامی و با رعایت تمام موازین آن را کنار زد و جسد را آشکار کرد. خرمیا د سنت امور کاملا برهنه، سفت و پیچ و تاب خورده، با چشمانی باز و بدنی کبود افتاده بود و از شب قبل 50 سال پیرتر می نمود. مردمکی روشن ریش و موی زرد فام داشت و اثر بخیه زخمی کهنه با برآمدگی های بدجوش خورده آن در سراسر شکمش هویدا بود. استفاده از چوب زیر بغل، بازوها و بالاتنه اش را مانند برده‌های کشتی اسیران عریض و عریض و خشن ساخته بود، اما پاهای بی‌دفاعش همانند پای یتیمان بود. دکتر خوونال اوربینو چند لحظه او را وارسی کرد. احساس دردآلودی قلبش را فشرد، همان گونه که طی سال‌های دراز تقلای بیهودهش در برابر مرگ آن را به ندرت حس کرده بود. دکتر گفت: مرده شویت ببرد احمق، بدترینش را پشت سر گذاشته بودی، و رویش را با پتو پوشاند و بار دیگر وقار استادانه خود را باز یافت. 82 سال تولدش با 3 روز جشن رسمی در سال گذشته برگزار شده بود و او در خطابه قدردانی بار دیگر در مقابل وسوسه کنارگیری مقاومت کرده و گفته بود: وقتی بمیرم به اندازه کافی وقت برای استراحت خواهم داشت، اما حالا قصد مردن ندارم. اگرچه با گوش راستش پیوسته ضعیف‌تر می‌شنید و با تکیه به عصای دست نقره‌ای لغزش گام‌هایش را پنهان می‌کرد، اما هنوز به آراستگی سالهای جوانی به پوشیدن کت و شلوار کتانی با ساعت زنجیر طلا ادامه می داد. ریش پاسترگونه صدفی رنگ، موها نیز به همان رنگ و با دقت به عقب شانه شده با قسمتی آراسته در وسط، تا
تعبیری کاملا درست را از شخصیتش به دست می داد. او با نوشتن یادداشت‌های عجولانه روی تک کاغذ‌هایی که بی هیچ نظم و ترتیبی سر از جیب‌هایش در می‌آوردند و عیناً مانند وسایل، شیشه‌های دارو و چیزهای دیگر در کیف شلوغ پزشکیش در هم و بر هم بودند تا آنجا که می‌توانست فرسایش مزاحم و فزاینده حافظه‌اش را جبران می‌کرد. او نه تنها سال خورده ترین و برجسته ترین پزشک شهر که خردبین ترین مرد آنجا نیز بود. اظهار فضل بسیار واضح و رفتار مزورانهی که با آن از اسم و رسمش استفاده می کرد کمتر از آنچه که سزاوارش بود برایش محبوبیت ایجاد می کرد. دستوراتش به بازرس و دانشجو فوری و صریح بود. احتیاجی به کالبدچه کافی نبود. رایحه پیچیده در خانه به عنوان مدرک به تنهایی کافی بود که تشخیص داده شود علت مرگ ناشی از بخارهای سیانور متصاعد شده از سینی در مجاورت نوعی اسید عکاسی بوده است و خرمیاده سنتمور بیش از آن در این امور تجربه داشت که بتوان موضوع را نوعی حادثه تلقی کرد. وقتی بادرس کمی دودلی نشان داد، دکتر با لحن خاص خودش که نمونه رفتار همیشگیش بود حرف او را قطع کرد. فراموش نکنید که من گواهی مرگ را امضا می کنم. پزشک جوان مایوس شده بود. او قبل از آن هرگز فرصت بررسی اثرات سیانور طلا را روی جنازه‌ای به دست نیاورده بود. دکتر خوونال اوربینو از اینکه او را در دانشکده پزشکی ندیده بود به سختی متحیر شده بود، اما در یک آن از سرخ شدن ضرب العجل چهره و لهجه آندی او فهمید که احتمالاً باید یک تازه وارد به آن شهر باشد. گفت حتماً یکی از همین روزها یک عاشق دیوانه این فرصت را به تو خواهد داد. درست بعد از ادای این کلمات بود که دریافت در میان خودکشی های بیشماری که به یاد داشت این اولین مورد مسمومیت با سیانور بوده است که در اثر عشق نبود. آنگاه لحن صدایش تغییر کرد و به انترن گفت و وقتی به یکی از آنها برخوردی با دقت معاینه اش کن. آنها تقریبا همیشه در قلبشان بلور دارند. سپس با بازرس طوری صحبت کرد که انگار با زیر دستش حرف می زند. به او دستور داد که همه اقدامات قانونی را با چابکی و اختیار تام به عمل آورد، به طوری که بعد از ظهر همان روز تدفین انجام شود. سپس افزود خودم بعدن با شهردار صحبت میکنم. میدانست که خرمیاده سنتمور سخت رضایت کشانه زندگی میکرده و بیش از حد احتیاج از هنرش درآمد داشته است. بنابراین باید حتما در یکی از کشوهای خانه مقداری پول و مال و منال بیشتر از مخارج تشییع جنازه وجود داشته باشد. دکتر گفت اما اگر پیدایش نکردی مسئله ای نیست، من همه چیز را به عهده میگیرم. به او دستور داد به جراید بگوید که عکاس به مرگ طبیعی مرده است، هرچند فکر نمی کرد که آنها ابدا به این اخبار توجهی کنند. گفت اگر لازم شود با فرماندار صحبت خواهم کرد. بازرس کارمند جدی و فروتن کشوری که به خوبی می دانست حس وظیفه شناسی اجتماعی دکتر حتی نزدیکترین دوستانش را نیز خشمگین می‌کند، از اینکه می‌دید برای تسریع در امر تدفین به آسانی تشریفات قانونی را نادیده می‌گیرد متحیر شده بود. تنها کاری که دکتر قصد انجامش را نداشت صحبت کردن با اسقف در این مورد بود که خرمیاده سنتمور در مکان مقدسی به خاک سپرده شود. بازرس متعجب از گستاخی خود سعی کرد برای دکتر عذر بیاورد. گفت البته میفهمم که این مرد قدیس بود. دکتر اوربینو گفت حتی از این هم نادرتر، یک قدیس ملحد، ولی درباره این جور چیزها خدا باید تصمیم بگیرد. از مسافتی بعید در آن سوی شهر مستعمراتی صدای ناقوس‌های کلیسای جامع برای آیین عشای ربانی تنین انداخت. دکتر اوربینو عینک هلالی حاشیه طلایش را به چشم زد
و به ساعتش و زنجیر ظریف و نازک آن و قابی که با یک تماس باز می شد نگاهی انداخت. فرصت چندانی برای حضور در آیین عشای ربانی عید 50 باقی نبود. پرانتز باز، عید 50، عیدی که به یادگار نزول روح القدس بر حواریون برگزار می شود و آن 50 روز پس از رستاخیز مسیح است. پرانتز بسته. در اتاق نشیمن دوربین عکاسی بسیار بزرگ چرخداری شبیه دوربین هایی که در پارک های عمومی دیده می شوند و پرده منقش به شفق کمرنگ دریایی نقاشی شده با رنگ های دستار به چشم می خورد و دیوارها مملو از تصاویر کودکان در لحظات به یاد ماندنی مثل شرکت در اولین عشای ربانی، لباس خرگوشی و جشن تولد بود. سال به سال در خلال مکس‌های متفکرانه شطرنج بعد از ظهرها دکتر اوربینو پر شدن تدریجی دیوارهای عکاسخانه را دیده بود و اغلب با لرزشی ناشی از اندوه فکر کرده بود که نطفه شهر آینده در آن تالار و تمثال‌های بی‌ربطش بسته شده است. شهری فاسد شده زیر سلطه آن کودکان ناشناخته، جایی که حتی خاکستر جبروتش نیز به جا نخواهد ماند. روی میز در کنار کوزه‌ای با چند چپق کهنه ملوانی صفحه شطرنج با بازی ناتمامی قرار داشت. دکتر اوربینو با وجود افسردگی و عجله‌ای که داشت نتوانست در مقابل وسوسه بررسی آن مقاومت کند. میدانست که بازی مربوط به شب قبل است، چون خرمیازه سنتمور هر روز هفته را پس از تاریک شدن هوا با حداقل 3 حریف مختلف بازی میکرد، اما همیشه بازی را به آخر میرساند و بعد صفحه را میبست و مهره ها را در جعبه میچید و جعبه را در کشوی میز میگذاشت. دکتر میدانست که او همیشه با مهره های سفید بازی میکرد و این بار معلوم بود که سفید در 4 حرکت مغلوب میشد. دکتر اوربینو به خود گفت اگر جنایتی در کار بود، این میتوانه سرنخ خوبی باشد. من فقط یک نفر را میشناسم که قادر به تعبیه چنین تله استادانه است. او به هر قیمتی بود، باید بعدها میفهمید چرا آن سرباز رام نشدنی که معتقد به جنگ تا آخرین قطره خون بود، مبارزه واپسین دم حیاتش را ناتمام گذاشته بود. آن روز صبح ساعت 6، نگهبان شب وقتی داشت آخرین گشت را می‌زد، لای در خروجی یادداشتی به این مضمون دیده بود: بدون در زدن داخل شو و به پلیس اطلاع بده. اندکی پس از آن بازرس با دانشجو رسیده بودند و هر دو به دنبال مدرکی که ممکن بود با رایحه تردیدناپذیر درختان بادام تلخ تناقض داشته باشد، خانه را تفتیش کرده بودند. در دقایق کوتاهی که دکتر می‌خواست بازی ناتمام را بررسی کند، بازرس در میان کاغذهای روی میز پاکتی را خطاب به دکتر اوربینو پیدا کرد که آنقدر موم در مهر کردنش به کار رفته بود که برای بیرون آوردن نامه پاکت می‌بایست تکه پاره می‌شد. دکتر اوربینو پرده سیاه پنجره را کنار زد تا نور بیشتری داشته باشد و به 11 صفحه‌ای که با خطی خوانا بر پشت روی کاغذ نوشته شده بود نگاه سریع انداخت و هنگامی که اولین پاراگراف را خواند متوجه شد که مراسم عشای ربانی عید 50 را از دست داده است. برانگیخته و نفس‌زنان نامه را می‌خواند و برای یافتن رشته‌ای از دست رفته مطلب به صفحات قبلی برمیگشت. وقتی خواندن را تمام کرد به نظر می‌رسید که از سفری دور و دراز برگشته است. افسردگی او به رغم کوششی که برای پنهان کردن آن نشان می‌داد کاملا واضح بود. لبانش به کبودی لبان مرده بود و نمی‌توانست از لرزش انگشتانش هنگامی که پاکت را دوباره تا می‌زد و در جیب جلیفه‌اش می‌گذاشت جلوگیری کند. سپس بازرس و دکتر جوان را به خاطر آورد و از میان غباری از غم و اندوه به رویشان لبخند زد و گفت چیز خاصی نیست، آخرین وصیت‌های اوست. گفته او حقیقتی ناقص بود، اما آنها کامل تصورش کردند. به آنها دستور داد
که یکی از کاشی‌های لق کف اتاق را بردارند. در آنجا دفتر حساب فرسوده‌ای را یافتند که رمز صندوقچه در آن بود. آنقدرها که انتظار داشتند پول در صندوقچه نبود، اما از میزان مخارج مورد احتیاج تشییع جنازه و سایر واجبات فرعی بیشتر بود. دکتر اوربینو متوجه شد که نمیتواند قبل از قرائت انجیل به مراسم کلیسای جامعه برسد. گفت: از زمانی که خودم را میشناسم این سومین باری است که آیین عشای ربانی یک شنبه را از دست دادم، ولی خدا خودش میفهمد. گرچه به سختی میتوانست در مقابل اشتیاق شدید سهیم کردن همسرش در اسرار نامه تاب آورد، اما چنین صلاح دید که دقایق بیشتری را صرف پرداختن به جزئیات کند. با خودش عهد کرد به پناهندگان بیشمار کارائیبی که در شهر زندگی می کردند اعلام کند که در صورت تمایل می توانند آخرین احترامات خود را نثار مردی کنند که حتی بعد از آن که کاملا روشن شده بود که زیر بار سنگین سرخوردگی از پا در آمده است، به گونه ای رفتار می کرد که گویی محترمترین، فعالترین و رادیکالترین آنها بوده است. او همچنین باید حریفان شطرنج خرمیا را که ردیفی گوناگون از مردان حرفه‌ای مشهور تا رنجبران بی‌هویت را در بر می‌گرفتند و همینطور سایر آشنایان دوری را که شاید مایل به شرکت در تشییع جنازه بودند خبر می‌کرد. دکتر اوربینو قبل از خواندن نامه پس از مرگ تصمیم گرفته بود اولین نفر در میان آنها باشد، اما پس از خواندن نامه دیگر به هیچ چیز یقین نداشت. به هر حال قصد داشت در صورتی که خرمیاده سنتمور در لحظه واپسین توبه کرده باشد یک حلقه گل یاسمن نثارش کند. تدفین در ساعت 5 که مناسب ترین ساعت در ماه‌های گرم بود انجام می‌گرفت. اگر به او احتیاج پیدا می‌شد از نیم روز به بعد در خانه ییلاقی دکتر لاسیدس اولیولا شاگرد محبوبش خواهد بود که 25 سالگرد اشتغالش را آن روز با ناهاری رسمی جشن می‌گرفت. دکتر اوربینو همین که سالهای پرآشوب تلاشهای اولیه‌اش را پشت سر گذاشت، با پیگیری جریان معین و مشخصی از حسن شهرت و حیثیتی برخوردار شد که در استان نظیر نداشت. از هنگامی که مصرف داروهای پنهانیش را شروع کرده بود، در اولین لحظه سرزدن صبح برمی‌خاست. برومور پوتاس برای تقویت روحیه، سالیسیلات برای درد استخوان‌ها در اوقات بارانی، قطره ارگوسترول برای سرگیجه و بلادن برای خواب راحت و عمیق. او هر ساعت پنهانی چیزی مصرف می‌کرد، زیرا در زندگی طولانیش به عنوان یک پزشک و استاد همواره مخالف تجویز مسکن برای سنین بالا بود. برای او تحمل درد دیگران آسان‌تر از تحمل درد خودش بود. همیشه تکه‌ای پنبه آغشته به کافور در جیب داشت و هنگامی که کسی متوجه نبود آن را عمیقاً بو می‌کشید تا حراسش را از آن همه داروهای مخلوط شده با هم زایل کند. روزی یک ساعت را صرف مطالعه به منظور آماده شدن برای کلاس طب بالینی عمومی می کرد که از ساعت 8 صبح روزهای دوشنبه تا شنبه و تا یک روز قبل از مرگش در دانشکده پزشکی در آن کلاس تدریس می کرد. او همچنین خواننده آزمند جدیدترین کتاب هایی بود که یا کتاب فروشش از پاریس ارسال می کرد و یا کتاب فروش محلی برایش به بارسلون سفارش می داد، هرچند که ادبیات اسپانیایی را به دقت ادبیات فرانسه دنبال نمی کرد. در هر حال کتاب های رسیده را هرگز صبح ها نمی خواند، بلکه فقط یک ساعت بعد از خواب قیلوله و شبها اوقات قبل از خوابش را به مطالعه آنها اختصاص می داد. بعد از اتمام مطالعه 15 دقیقه در مقابل پنجره باز حمام ورزش های تنفسی انجام می داد و همیشه به سمتی که خروس ها می خواندند، یعنی جایی که هوا تازه بود، نفس می کشید. سپس حمام می گرفت، ریشش را مرتب می کرد و سبیلش را با ادکلن خالصی از پارینا گشنوبر به حالت یک دست آغشته می کرد. جلیقه و لباس کتانی سفید
کلاهی نرم و چکمه‌ای از چرم قرطبه‌ای می‌پوشید. در سن 81 سالگی همان رفتار راحت طلب و روحیه سرزنده‌ای را که هنگام مراجعت از پاریس و اندکی پس از اپیدمی بزرگ وبا داشت حفظ کرده بود و به جز رنگ نقره‌ای موهای به دقت چانه شده‌اش و فرق وسط همان بود که در جوانی داشت. ناشتایی را با افراد خانواده می‌خورد، اما پرهیز غذایی مخصوصی را رعایت می‌کرد که شامل شکوفه افسنتین برای معده و یک کله سیر پوست کنده بود که هر بار یک دانه را با نان برای جلوگیری از ضعف قلب به دقت می‌جوید. بعد از کلاس ها بعید بود که برایش ملاقاتی در رابطه با ابتکارات اجتماعی یا خدمات مذهبی و یا تازه های هنری و اجتماعی او پیش نیاید. تقریبا همیشه نهار را در خانه صرف می کرد و یک قیلوله 10 دقیقه‌ای در بهار خواب حیات می گذراند. در حالی که در خواب تصنیف های دختران خدمتکار را در زیر برگ های درختان انبه، فریادهای فروشندگان دورگرد را از خیابان و هیاهوی سوختگیری و موتورهای بخار را که دود لوله‌های خروجیشان در بعد از ظهرهای داغ مثل فرشته‌ای محکوم به زوال در میان خانه به این سو و آن سو پرپر می‌زد از سمت خلیج می‌شنید. پس از آن یک ساعتی کتاب‌های جدیدش و قبل از هر چیز رمان آثار تاریخی را می‌خواند و به توتی دست‌آموزی که سالها مورد توجه اهالی خانه بود درس بلبل زبانی و فرانسه می‌داد. ساعت 4 بعد از نوشیدن یک لیوان بزرگ لیموناد با یخ برای سرکشی به بیمارانش خانه را ترک می‌کرد. علی‌رغم سن و سالی که از او گذشته بود بیماران را در دفترش نمی‌دید. از زمانی که شهر چهره آرامی به خود گرفته بود و می‌شد در امنیت به همه جا رفت، همچنان به عیادتشان در خانه ها ادامه می داد. اولین بار پس از مراجعت از اروپا از درشکه خانوادگی که 2 اسب کرند طلایی آن را می کشیدند استفاده می کرد. اما وقتی این کار غیر ممکن شد آن را به یک درشکه ویکتوریای تک اسب تغییر داد و هنگامی که رفت و آمد با درشکه در دنیا منسوخ شد و درشکه های شهر فقط برای گردش های سواری سیاحان و حمل دسته های گل مراسم تشییع جنازه به کار گرفته می شدند، با ریشخند آشکاری نسبت به مد روز همچنان به استفاده از آن ادامه می داد. اگرچه از بازنشسته شدن سر باز می زد، ولی می دانست که فقط در مواردی که دیگر امیدی در کار نبود فرا خوانده می شود. اما این را نیز نوعی ویژگی تلقی می کرد. او می توانست فقط با نگاه کردن به بیمار به کسالت او پی ببرد. به تدریج نسبت به طبابت مجاز بیشتر و بیشتر بی اعتماد می شد و به ابتذال جراحی با دیدی هشدار دهنده توجه می کرد. می گفت چاقوی کوچک جراحی بزرگترین گواه درماندگی طب است. به مفهوم دقیق تر او فکر می کرد همه داروها سم هستند و 70% غذاهای معمولی مرگ را تسریع می کنند. در کلاس می گفت در هر صورت طب مختصری که ما می دانیم فقط توسط چند پزشک شناخته شده است. او از شور و شوق جوانی به یک موضع فکری تغییر جهت داده بود که خودش آن را نوع پرستی جبری توصیف می کرد. گیوم باز مرگ هر کس در دست خودش است و هنگامی که وقتش می رسد تمام کاری که ما می توانیم برایش انجام دهیم این است که کمک کنیم بدون ترس از درد بمیرد. گیومه بسته. ولی با وجود تمام این عقاید افراطی که پیشتر جزی از فرهنگ عامیانه طب محلی بود، شاگردان سابقش حتی پس از جواب دادن در حرفشان به خاطر چیزی که آن روزها تشخیص بالینی خوانده می شد و آن را در او می دیدند به مشورت با او ادامه می دادند. در هر صورت اون پزشکی منحصر به فرد و گران بود که بیمارانش در خانه های اجدادی و در کوی فرمان فرماها یک جا جمع بودند. برنامه روزانه‌اش آنقدر منظم بود که اگر در ظرف بعد از ظهر فوریتی پیش می آمد همسرش می دانست برایش کجا پیغام بفرستد.
زمانی که مرد جوانی بود قبل از آمدن به خانه در کافه پاریس توقف میکرد و این جایی بود که با دوستان پدرزنش و بعضی پناهندگان کارائیبی بازی شطرنجش را تکمیل کرد. اما از آغاز قرن جدید به کافه پاریس پا نگذاشته بود. به کافه پاریس پا نگذاشته بود و در فکر تشکیل مسابقات ملی به سرپرستی باشگاه تفریحی بود. در همین زمان بود که خرمیاده سنتمور سر رسید، با زانوهای از پیش مرده. او هنوز عکاس بچه ها نبود. با این حال در کمتر از 3 ماه هر کس که می دانست فیل را در صفحه شطرنج چطور حرکت دهد می دانست او کیست، زیرا هیچ کس قادر به شکست دادن او در بازی نبود. برای دکتر خوونال اوربینو آشنایی با او درست در زمانی که بازی شطرنج برایش به صورت اشتیاق شدید تمکین ناپذیری در آمده بود و حریفان زیادی نداشت که بتوانند این خواست او را ارضا کنند، یک ملاقات معجزه آسا بود. در سایه او خرمیاده سنتمور توانست در بین ما آنچه که باید می شد بشود. دکتر اوربینو خود را حامی بیبر و بردگرد و زامن او در همه امور کرد، بدون آنکه حتی زحمت فهمیدن این را به خود بدهد که او که بوده، چی می کرده و یا از چه جنگ های ننگینی به آن وضع ناقص شده و فلج بازگشته است و سرانجام پول دایر کردن عکاسخانه را به او قرض داد و خرمیاده سنتمور زمانی که اولین عکسش را از کودکی که از فلاش منیزیم وحشت زده شده بود گرفت تا آخرین شاهی پول را مطابق قواعد مذهبی پس داد. این همه به خاطر شطرنج بود. اوائل ساعت 7 و پس از شام با ایجاد مانع معقولی برای خرمیاده سنتمور که برتریش در بازی محسوس بود بازی را شروع می کردند. اما به تدریج از ایجاد مانع کاسته می شد تا آنکه سرانجام چون دو حریف قدر بازی می کردند. بعدها وقتی دون گالیلئو دا کونته اولین سینمای فضای باز را افتتاح کرد، خرمیاده سنتمور یکی از پر و پا قرص ترین مشتریان او شد و بازی شطرنج به شبهایی که فیلم جدیدی نمایش داده نمی شد محدود شد. تا آن زمان او و دکتر چنان دوستان خوبی شده بودند که با هم به دیدن فیلم می رفتند، اما هرگز همسر دکتر با آنها نمی رفت. نرفتن او تا حدی به این دلیل بود که حوصله دنبال کردن خط پیچیده داستان فیلم ها را نداشت و سوی دیگر احساسی صادقانه به او می گفت که خرمیاده سنتمور نباید همدم خوبی برای کسی باشد. یک شنبه هایش متفاوت بودند. در آیین اعظم عشای ربانی در کلیسا شرکت می کرد و سپس برای استراحت و مطالعه در بهارخواب حیات به خانه باز می گشت. در روزهای مقدس به ندرت خودش را مقید به عیادت بیمار می کرد، مگر آنکه موردی بی نهایت ضروری باشد. طی سالهای دراز هیچ مشغله اجتماعی را جز از روی اجبار نپذیرفته بود. در این عید 50 دو واقعی غیر مترقبه به طرز غریبی همزمان رخ داده بود: مرگ یک دوست و 25 سالگرد حرفه یک شاگرد برجسته. با این حال به جای آن که یک راست به خانه برود، کاری که بعد از صدور گواهی مرگ خرمیاده سنتمور قصد داشت انجام دهد، گذاشت تا حس کنجکاویش او را با خود ببرد. همین که در درشکه‌اش جابجا شد، دوباره نامه پس از مرگ را وارسی کرد و به درشکه‌چی گفت او را به محل گمنامی در محله قدیمی برده‌ها ببرد. این تصمیم آنقدر با عادات همیشگیش مغایرت داشت که درشکه‌چی می‌خواست یقین حاصل کند که اشتباهی در کار نیست. نه، اشتباه نیست. نشانی واضح بود و مردی که آن را نوشته بود آنجا را خوب می‌شناخت. دکتر اوربینو به صفحه اول نامه رجوع کرد و بار دیگر در دریای افشاگری‌های ناخوشایندی غرق شد که اگر می‌توانست خودش را متقاعد کند که آنها یاوه‌گویی‌های مرد مختصری بیش نیست، حتی در سن و سال او ممکن بود زندگیش را تغییر دهد. آسمان از صبح خیلی زود حالت تهدید آمیزی به خود گرفته بود.
هوا ابری و خنک بود، اما احتمال ریزش باران تا قبل از ظهر وجود نداشت. درشکچی در تقلا برای یافتن مسیر کوتاه‌تر بارها با قلب سنگ‌های شهر مستعمراتی مواجه شد و برای جلوگیری از وحشت اسب از قال و قیل اجتماعات مذهبی و انجمنهای اخوت در حال بازگشت از نماز عید پنجاهه مجبور به توقف شد. خیابان‌ها مملو از حلقه گل‌های طبیعی و کاغذی، موسیقی و دخترانی بود که با چترهای آفتابی رنگ به رنگ و تورهای ململ از بالکن خانه‌هایشان جشن را تماشا می‌کردند. در میدان کلیسای جامع، مجسمه رهاینده در میان درختان نخل افریقایی و حباب‌های چراغ‌های جدید خیابانی تقریباً از نظر پنهان شده بود. به دلیل تمام شدن آیین عشای ربانی، تراکم عبور و مرور به وجود آمده بود و حتی یک جای خالی در کافه پاریش محترم و پرسر و صدا یافت نمی شد. تنها وسیله نقلیه‌ای که با اسب کشیده می شد به دکتر اوربینو تعلق داشت که از چند تا درشکه باقی مانده در شهر قابل تشخیص بود، چون سقف چرمیش همیشه برق می زد و لوازمی از برنز داشت که نمک بر آنها بی اثر بود و چرخ‌ها و مالبندهای رنگ شده قرمز و مخلفات طلایی رنگی مانند شب‌های جشن در اپرای وین داشت. از اینها گذشته، مادامی که پرمدعاترین خانواده‌ها تنها به همین راضی بودند که راننده‌هایشان زیر بار پوشیدن پیراهن تمیز بروند، او هنوز به درشکچی تکلیف می‌کرد که جامه مهتری از مخمل رنگ رو رفته بپوشد و کلاه بلندی مانند کلاه رؤسای سیرک به سر بگذارد، که این لباس پوشیدن گذشته از بی‌موقع بودن در چله تابستان کارائیب یک بی‌رحمی تصور می‌شد. دکتر اوربینو با وجود عشق دیوانه‌وار به آن شهر و شناختش که از هر کس دیگر نسبت به آن بیشتر بود، غالباً دلیلی مثل آن روز یک شنبه نداشت که چنان بی‌باکانه به میان همهمه و آشفتگی محلی قدیمی برده‌ها برود. درشکچی برای پیدا کردن خانه مجبور شد چندین بار دور بزند و یا برای پرسیدن مسیر توقف کند. همچنان که از کنار لجنزارها عبور می کردند، دکتر اوربینو سنگینی ظالمانه، سکوت شوم، گازهای خفه کننده و هوای دمدارش را که در بسیاری از سپیده دمهای بیخوابیش آمیخته با عطر گل یاس حیات در اتاق خوابش قد برافراشته بود شناخت. هوای دمداری که احساس می‌کرد چون نسیمی از دیروز که ربطی به زندگی او ندارد از کنارش می‌گذرد، اما این بیماری همه‌گیر که غم غربت بارها و بارها بدان حالت خیالی داده بود، هنگامی به صورت واقعیتی غیر قابل تحمل درآمد که درشکه شروع به یله رفتن در میان سیاه آب‌های خیابان‌ها کرد، جایی که سنگرها بر سرپس مانده‌های کشدارگاه چنان می جنگیدند که انگار طعمه تازه به ساحل افتاده‌ای با نخستین مد دریایی. برخلاف شهر فرمان فرمایان که خانه ها ساختمان های سنگی بودند، اینجا خانه ها از تخت پاره و بام ها از حلبی ساخته شده بود و اکثرشان روی پایه های چوبی قرار داشت که آنها را از طغیان فاضلاب های روباز که میراث اسپانیولی ها بود حفظ میکرد. همه چیز نکبتبار و همه جا مخروبه به نظر میرسید، ولی از میخانه های پس قریب موسیقی هرزهی به گوش میرسید که گواه برگزاری جشن مستانه و خدا نشناسانه عید پنجاهه توسط فقرا بود. آنها تا خانه را پیدا کنند، دسته ای از کودکان ژنده پوش در حالی که درشکه را دنبال می کردند، لباس اغراق‌آمیز درشکه چی را که مجبور بود با شلاق آنها را دور کند مسخره می کردند. دکتر اوربینوی آماده برای ملاقاتی محرمانه خیلی دیر دریافت که هیچ بیگناهی خطرناکتر از معصومیت دوران پیری نیست. نمای بیرونی خانه بیشماره هیچ وجه تمایزی از همسایگان مسکین دیگرش نداشت.
جز پنجره‌هایی با پرده‌های توری و در جلویی با ابهتش که از یک کلیسای قدیمی آورده شده بود. درشکچی حلقه در را کوبید و وقتی از صحیح بودن نشانی خاطر جمع شد، به دکتر کمک کرد تا از درشکه پیاده شود.